Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Adèle Abouazik, je suis à votre service. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le verbe d'aller et s'en aller. J'espère que vous allez me suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous expliquer beaucoup plus en détail. Salam wa arzik taram. Mouidwar aslam ki djouv la siyatman boshet. Abdelazik Adèle aslam dar khidmati shuma. Mikhostem rui mawzoui feli. Aller ou s'en aller sur votre économie. Le fait est de faire dans le cas de je m'en vais aujourd'hui. Guidine qui m'a dit que je suis là qui est que dorim s'en aller. Ou à dire dorim faire aller. Dans le cas d'aller, ham raftan manomita ou s'en aller, ham raftanast. Le fait est d'aller, c'est que s'en aller, le verbe s'en aller s'utilise sans complément. Et le verbe aller s'utilise avec le complément. Et là, ben, il s'en میتونیم بگویم که فعل سان علی با قید مکان به کار نمیره یعنی بدون قید مکان به کار میره بدون قید مکان بدون قید مکان است میتونه که قید مکان به کار ببریم فرقش فقط در اینجا است قید زمان با سان علی به کار برده میتونیم قید مکان برده نمیتونیم قید زمان میشه مثلا جمله ساده برای شما بگم مثال اگر بگم که جووی سعی کنین جووی اپاری این جمله ما درست است کاملا درست است اما اگر کسی میگه که این قسم برای شما میگه جمان و سعی کنین جمان و اپاری درست نمیاد چون ما کلمه پاری را به کار بردن نمیتونیم فقط به تنهایی از ذکر میکنیم جمان و من میروم میتونیم بگیم که فردا جمان و چی میگیم دوما را به کار بردن میتونیم جمان و دوما من فردا میرم اما جمان و اپاری اینجا نمیشه به خاطر قید مکانه اینا این فعلی است که قید مکان به کار برده نمیتونه چرا به دلیل دی که ما گفتیم که خود آن ضمیر است که جلوگیری از تکرار قید مکان میکنه از اسم مکان میکنه به او دلیل این خودش ضمیر است ما به این دلیل نمیتونیم به کار برده امیدوارم تا این قسمت را فهمیده باشید ما میخوایم خلاصه مختصر این فعل برای شما صرف بکنم یعنی فعل سانلی شما توجه بکنید در حقیقت در اصل خود چی بوده سو بوده در حقیقت سو باز آن علی بوده دو وید یک جای آمده ای را حذف کردیم ای را حذف کردیم از این حالت به این حالت آمده پس شما توجه بکنید اگر بخوایم که در زمان حاضر یعنی زمان چی حاضر صرف بکنم مثال جو سعی کنین جو مان و من میروم در تو سعی کنین تو تان و تو میروی و اگر بگم که ما میرویم سعی کنین Nous en allons. Moi, m'y ravim. Je m'y ravim. C'est que vous en allez. Où m'y ravat? Où roïb? Homme zakar bachat, y'a monas bachat. Il, elle, y'a on, s'en va. Il s'en va. او میرود نمیتونیم که ایل سان وا ان فرانس بگم درست نمیاد به خاطر که این خودش ضمیر است بعد از خود قید مکانه یا اسم مکانه ظرف مکانه قبول نمیکنه برای جمع چی میشه برای جمع ایل یا مثلا داریم ال چی میشه سان وان آنها میروند ترجمهش آنها میروند بهترین ترجمه در انگلیسی برای شما بگم تو لیو در فرانسه سینونیم میزی پختیق است که فرق بین فعل پختیق و علی را هم برای شما تشریح میکنم که پختیق برای سفر به کار میره که عزم اراده ای زیر داشته باشه که پس دوباره بر نگردی احتمال داره بر بگردی اما احتمال ازی بره که شما بر نگردین و سفری داشته باشین طولانی اما علی کس فعلی است که برای حرکت روزمره به کار میره جووی مثلا او بیرو جووی او سینما احتمال ازی بره که شما بر بگردین و پختیق هست برای سفر به کار میره که شما بر نگردین فرقش در اینجاست Je vais partir en vacances. Man miram da rosati. Je vais en vacances. Et tu m'as dit que je passe par l'égard. Bien sûr. Pas il a il a je m'en tawajou bukuni da il qismat ini on kas az zamir az taghir napazir az dar hama alat. Baray har zamir taghir napazir az. Je m'en tawajou bukuni ja taghir nakada dar qad balay khod monda. Amma چیزایی که تغییر میکنه نظر به فاعل نظر به مبتدا تغییر میکنه نظر به مبتدا چی هست یک فعل علی هست رفتن است دیگه یکی فعل دو ضمیر همین سو که بود داشتیم تبدیل شده به چی به ای تغییر کرد به ای و دیگه ای به ای تغییر کرد و ای هم تغییر کرد فعل ما هم تغییر کرد فعل هم تغییر میکنه و
زمین دو زمینه مون تغییر میکنه. شما توجه بکنید یام نظر به فاعل مبتدا تغییر میکنه. یام نظر به فاعل یعنی فعل ما چون مفرد غایب است به او خاطر و این هم به تغییر میکنه. ببخشید یعنی سو یعنی سو که هم نظر به مفرد ضمیر مفرد غایب تغییر میکنه. و این قسمت شما میبینید که نظر به جمع غایب تغییر کرده و فعل ما هم نظر به جمع غایب تغییر کرده. Je m'en vais, man miramam. Agar bogin man miram, yak nafar agar sawab bupursem ki da français chitur bogin ki man miramam. Shrat bari shumo bigar je vais, yo je pars, idur snam ya. Wakhti ki bogin ki man miram, je m'en vais. Chun ki ismi makana va deja bakor nabordum. Agar mi khoyin kasra imtihan bokunim ki zabani fransavi ya dara ya khair, shumo mi kalima ra bupursem ki man miramam. Adman bari shumo shat jo bigar ki je vais. U dasturat idur snam ya ki yak nomi makana shumo amrayshan bigri ismi makana bari bish bigar je vais a Paris. ای درست میه. اما جوی به تنهایی معنی رفتن ما نمیده که من میرم. یعنی در وقتی بگویم من میرم جمان وی توتان و ای بود فرقش در حقیقت. و دیگه توجه بکنیم که ما میخواستیم که به طور ساده فعلی شکل امر از این را برای شما تشریح بکنیم که امر چه قسمی سازیم. معمولا امر ما از مفرد مخاطب، جمع مخاطب و جمع متکلم امر می سازیم. وقتی که امر می سازیم قبلا در درس قبلی شکل امری افعال خوانده بودیم، اما می خواستیم که یادآوری بکنم به می فعل امری را انتقاتیف چی میگیم؟ از چند چیز می سازیم؟ یکی ما داریم از تو، نو، وو، از این سه امر می سازیم. پس چی میگیم؟ در تو قانون داشتیم که اس از بین بردیم که تشریح کردون درس قبلی. ما فعل در اول میاریم و بعد از اون لطخه دنیان میگذاریم. فعل در تو چی هست؟ و هست. بعد از اون ایتان والد خود میگذاریم. این شد امریه. اینجا اکسان میتیم وطن برو. اگر برای وو بسازیم فعل نو بسازیم مثلا الان را در اول میاریم چی میکنیم؟ الان توجه کردیم با لطخه دنیان میگذاریم. بعد از اون چی میگذاریم؟ این نو که داریم الان نوزان برویم. معنیش چی هست؟ معنیش برویم. اگر بگویم که بروید امر میکنیم چی میگیریم؟ در این قسمت هم شما توجه بکنید فعلی که مربوط به چی میشه؟ مربوط به وو میشه. کجاست؟ ایرا در ابتدا میاریم، بعد از او ایرا میاریم. الی وزان بروید. باز هم در شکل امری هم ما اسم مکان به کار نمیبریم. الی وزان بروید. این شد شکل امری از این دوست است. ما یک جمله مختصر میخواییم که از هر زمان برای شما اینجا یادآور شد ممزی فعل. در گذشته شما توجه بکنیم که فعل ادخل میاید و فعل ادخل در کجا قرار میتیم؟ فعل ادخل بعد از آن در کار بداریم. یک جمله اگر بگم شاید برای شما واضح تر شود. یک قسمت را پاک میکنم. خب امی فعلی میخواستم امی فعلی ساندلی را فعل ساندلی را مثلا میگه من فعل ساندلی سه کنیم فعل ساندلی را رفتن من رفتم گذشته je m'en suis فعلی که در اتخی که میاد نظر به فاعل میاد je m'en suis allé این را در حقیقت من گفتم اگر کسی یک خانوم باشه بگه و او باز یک دانه اوی دیگه هم اضافه میکنیم به دلیل از اینکه او مؤنث است نظر به فاعل تغییر میکنه. من گفتم فعل هم نظر به فاعل تغییر میکنه که مؤنث است مذکر است جمع است یا مفرد است در گذشته و فعل ادخی که در اینجا هم داریم تغییر پذیر است نظر به فاعل و مبتدای ما. یگانه چیزی که تغییر نمیکنه چی است؟ او آن است که ضمیر است در حقیقت و ای هم تغییر میکنه نظر به چی؟ نظر به فاعل ما. je m'en suis allé. اگر ما بگویم اتاقی درست میه نه نمیه. پس در قسمت هم موقع اگر ما شما فرمی بسازیم سوژه میگیریم جمع اینمی سو که تبدیل شده به ای و جمع چی میگیریم؟ جمع آن جمع فعل اتخ. اتخ منظورم از صرف شدهش هست. اتخ جمع امو پسه کامپوزه. شما توجه کردیم این هم شد چی؟ فرمولی چی؟ فرمولی در حقیقت چی شد؟ فرمولی زمان گذشته با فعل چی؟ با فعل ساندلی. از روی زمین فرمول ما شما کار میگیریم. اگر شما توجه بکنید یعنی هم سوژه ما چی هست در حقیقت اینی هست و سوی ما هم اینی هست و دیگه آن ما هم اینی هست و سوی فعل ادخی ما اینی هست و پس کامپوزی ما اینی هست. در گذشته ای شد.
و دارم پرفی همچنان ما شما میتونید را به کار بریم. شما توجه بکنید چی من رفتم. اگر من میرفتم، کلیدی میم در فارسی به معنای ماضی استمراری هست. من میرفتم، حرف میم اضافه میکنیم. سعی کنید je چی میگیریم؟ je m'en allais. در اینجا هم شما توجه بکنید من میرفتم گفتم. این هم نظر به فاعل معتبر کرده، این خودش ضمیر است و این هم نظر به چی تبدیل کرده؟ فاعل معتبر کرده. je m'en allais، من میرفتم. ای دیگه شد. و دیگه میتونیم که اگر مثلا بخوایم که سوبجونکتیو بگیم، سوبجونکتیو چی میگیم؟ گذشته حاضر. که je m'en aille، سعی کنیم که je m'en aille. باید که بروم. il faut que je m'en aille، من باید بروم. توجه کنید در اینجا سوبجونکتیو هست حاضر. اگر گذشته شب بگم خود هر چی کار فعلا ضرور نیست، باز در درس بعدی میخوانیم. که سعی کنیم که je m'en sois allé. این موضوع باشه باز در درس‌های بعدی ان شاءالله می‌خوایم که یک یادآوری بود برای شما کردم. مثلا میگیم که je vais، سعی کنیم اگر در فوتور پروش ما این را صرف بکنیم، همین فعل سانلی را چی می‌گیریم؟ سعی کنیم فوتور پروش، آینده نزدیک چی می‌گیریم؟ je vais، این که فعل کمکی هست. je vais m'en aller، من خواهم رفت یا من میروم. اینا هم شد چی؟ فوتور پروش، je vais m'en aller. توجه کردین؟ اگر ما بخوایم در پسی ریسان زمانی گذشته قریب، ببخشید در زمانی به حساب می چی میگیم؟ پسی ریسان گذشته که به حساب تیر شده به زودی، این چی میگیم؟ je سعی کنیم با فعل ونیر کردن میشه je vais، ببخشید با فعل ونیر je viens، سعی کنیم je viens de m'en aller. چی معنی میده je viens de m'en aller؟ امیاد رفتم، کشتر رفتم. مثل که je viens de manger باشه، je viens de décrire باشه، je viens de m'en aller. این در زمانی مختلف بود که برای شما صرف کردم. آنی میریم به طور خلاصه امی فرق بین چند فعل دیگر هم یاد بود میکنم برای شما. ما داریم یک فعل داریم fuir و یک دیگر داریم s'enfuir و دیگه داریم enfuir. سعی کنین ببخشین فاصله نداره بخاطر دیگه داریم s'enfuir. فرقش چی هست؟ در حقیقت ما در تلفظ کمی اینجا فرق وجود داره. ما گفته بودیم هر وقتی که بعد از حرف U حرف ای بیایه در حقیقت تلفظ چی میشه؟ وی میشه. پس تلفظ چی میشه؟ fuir، s'enfuir. یعنی fuir مثل ویت حرف هشت واری ایرا هم در تلفظ قبلی خواندم چی میگیم؟ ویت، بخاطر که بعد از او ای آمده شکل ویت تلفظ میشه. اما در اینجا هر وقتی که ما گفته بودیم که او و او ده مثل وو این قسم تلفظ میشه، سعی کنیم چی میشه؟ وو. پس در اینجا چی میگیم؟ enfuir، s'enfuir، fou، fuir میشه. یک اصلا fuir، یک اصلا fuir میشه. تلفظش فقط در تلفظ فرق داره و ترجمه از اینا چی هست؟ این fuir که اصلا فعل لازمی هست به معنای فرار کردن و s'enfuir که هست هم به معنای دو ضمیره هست، فرار کردن از زندان، فرار کردن از جایی که برای شما صرف میکنم. و enfuir که هست در حقیقت چی هست؟ مخفی کردن، مخفی کردن یا چیزی مخفی شده اگر شکل پسیو بشه بگویم مخفی کردن. و یکی هست خود را مخفی کردن. ما مثال برای شما میگم که واضح شود. اگر بگویم که fuir، اگزامپل اول، elle a fui، او فرار کرد. گذشته فعل fuir fui میه، il a fui، او فرار کرد. یا در حاضر گردان بکنیم il fui، او فرار میکند. اما اگر s'enfuir بگیم، s'enfuir یعنی از جای فرار کردن. مثلا میتونیم بگیم که il a réussi à s'enfuir، سعی کنیم il a réussi à s'enfuir. سعی کنین à s'enfuir après، بعد از، سعی کنین après 5 jours، نشته میکنم 5 jours de captivité، captivité. میگه او موفق به فرار شد بعد از چند، بعد از 5 روز اسارت، بعد از 5 روز که اسیر شده بود موفق به فرار شد.
در این قسمت شما توجه بکنید که اینجا ما ا گذاشتیم. ا ما در درس قبلی تشریح کردیم که بعضی فعل ها هستن برای خود ا میگیره. تلفنی ا مثلا ریوسی ا. اینا برای شما تشریح کرده بودم. سان فوی در اینجا به کار میره. یا مثلا میگیم که ایل سی انفوی دو پریزان او از زندان فرار کرد. ایل سی انفوی دو سان پی او از کشوری خود فرار کرد. جایی فرار کردن به نام چی میکنه؟ سان فوی. و دیگه داریم انفویر. مثلا میگیم که پسر کوچولو یا پسر خرد صدف را در وقت دلیل بحر میره صدف را در بین ریگ در بین شن مخفی میکنه. پس ما شما میتونیم بگیم که لو پوتی گرسان یا یافت مثلا چیز را پیدا کرد. لو نشته میکنیم لو پوتی گرسان ا تروی یافت ا تروی دی کوکیاج صدف دی کوکیاج ایدر میگیریم اون فوی رو میگیریم دوستان ی اون فوی که هسته در اقت پسی کمپوزیش هسته اون فوی دان لو سابل پسر خورد چی شد؟ امو صدف ها را از بین شن پیدا کرد مخفی شده بود یا پنهان شده بود در اون قسمت اون فوی در بین شن مخفی شده بود کسی مخفی کرده بود را پیدا کرد و دیگه داریم سانفویر مثلا میگیم که ال سانفویر سه کنیم او خود را او خانم خود را زیر چندین کمپل پنهان نکند پس در این صورت سه کنیم ال میگیریم چی؟ ال سانفویر پس در این قسمت چی میگیریم؟ ال سانفویر میگیم ال سانفویر سو پلوزیور کوورتور و خانم زیر چندین کمپل خود چی میکنه پنهان میکنه این هم بود فرقی از یفعال که برای شما تشریح کردم امیدوارم تا آخر درس ما را تعقیب کرده باشید و کدام سوال گفتنی داشته باشید میتونید در کامنت بنویسید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته